غنی ریاست اجرایی عبدالله را لغو کرد و عبدالله ریاست جمهوری غنی را لغو کرده است. عبدالله فرمان های اشرف غنی دیگر اعتبار ندارد. سلام دوستان عزیز، به دیگر از ویدیوها روز کانال رنگارنگ خوش آمدید. کانال خودتون را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهره‌مند گردید. عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجرایی حکومت در واکنش به صدور فرمان لغو ریاست اجرایی از سوی اشرف غنی می گوید که آقای غنی دیگر رئیس جمهور نیست و فرمانهایش اعتبار ندارد. ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه 21 اهود اعلام کرد که دوره حکومت وحدت ملی ختم شده و ریاست اجرایی لغو شده است. در یک فرمان اشرف غنی که درباره لغو این نهاد صادر شده آمده که اموال ریاست پیشین اجرایی به اداره امور ریاست جمهوری برگردانده شود و نیز کارمردان این ریاست توسط کمیسیون اصلاحات اداری به خدمات مالی در بستهای کمبود استخدام می شوند. عبدالله عبدالله ساعت پس از اعلام این موضوع از سوی ارگ در اعلامیه گفت که رئیس جمهور پیشین حکومت وحدت ملی دیگر رئیس جمهور نیست و فرمانهایش اعتبار ندارد. او گفته که رئیس جمهور دولت همشمول جمهوری اسلامی افغانستان به زودی رئیس اجرایی دولت همشمول را رسما طی فرمان معرفی میکند. آقای عبدالله از کارمندان نظامی و ملکی ریاست اجرایی خواسته است که مثل سابق به کارشان ادامه دهند. اشرف غنی و عبدالله عبدالله روز دوشنبه به صورت جداگانه هر کدام به عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف برگزار کردند. قرار بود برگزاری دو مراسم با پادرمیانی مقامات آمریکایی در افغانستان لغو شود، اما دو طرف به توافق در این باره دست نیافتند. در همین حال غنی با صدور فرمان ریاست اجرایی را لغو کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی فرمان ریاست اجرایی این کشور را لغو کرد. طبق این فرمان که بی بی سی به نسخه از آن دست یافته، از 19 اهود یعنی اسفند سال جاری روز تحلیف ریاست جمهوری هیچ مکتوب صادر شده ای از سوی ریاست اجرایی قابل اجرا و معتبر نیست. ریاست اجرایی افغانستان بعد از جنجال و بحران افغانستان در انتخابات 2014 میلادی ایجاد شد برای حل بحران. وزرای امور خارجه وقت آمریکا پیشنهاد ساخته شدن حکومت وحدت ملی را داد که بر اساس آن 50% از پست های دولتی به ریاست اجرایی به رهبری عبدالله عبدالله تعلق گرفت. در این فرمان 5 ماده لغو این اداره آمده است که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به خدمات ملکی مکلف است تا به منظور حفظ مسئولیت شغلی کارمندان این نهاد و دبیرخانه پیشین شورای وزیران زمینه استخدام آنان را در سایر ادارات طبق قانون فراهم کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز امروز چهارشنبه 21 اهود در یک نشست خبری تاکید کرد که ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان نیست. آقای صدیقی با اشاره به اختلافات سیاسی اخیر ناشی از نتایج انتخابات گفت که این اختلافات باید از راه مذاکره و تفاهم حل شود. به دولت نیز به وحدت ملی تاکید دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 29 دلو بهمن محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما آقای عبدالله آن را نتیجه تقلبی خوانده به خودش را اعلام پیروزی کرد و گفت حکومت همشمول تشکیل می دهد. حدود 3 هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه 19 اهود محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس جمهور در ارگ سوگند ادا کرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می داند نیز به طور جداگانه در سپیدار محل کار آقای عبدالله مراسم تحلیف برگزار کرد. سخنگوی آقای غنی امروز گفت پروسه انتخابات پایان یافته، اما رئیس جمهور در روز تحلیف هم همواره روی یک فضای سازنده سیاسی تاکید کرد تا بحث و تفاهم صورت بگیرد. خشونت را هیچ کسی نمی خواهد. هر مشکل سیاسی باید با بحث حل شود. آقای صدیقی تاکید کرد که دولت افغانستان مشروعیت ملی و جهانی دارد
و هر ساختاری دیگر در مغایرت با قانون اساسی این کشور است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که یکی از دلایل به تعویق افتادن تشکیل کابینه این است که نیز رسیدن به تفاهم با سیاسون بوده است. ریاست اجرایی افغانستان بعد از اینکه انتخابات 2014 این کشور به دور دوم رفت، نامزدان دور دوم انتخابات عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی با پدرمیانی آمریکا موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. این سند در 3 سنبله 1393 در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میان دو نامزد رقیب امضا شد. به اساس این موافقت نامه، نامزدی که بیشترین رأی را به دست آورد، رئیس جمهور و پست ریاست اجرایی نیز در اختیار تیم نامزد دیگر قرار می گیرد. رئیس اجرایی بر اساس این توافق در مجالس تصمیم گیری دولت شرکت می کرد. به مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او بود. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه ایجاد شده بود. همچنین بر اساس این توافقنامه ریاست اجرایی ریاست شورای وزیران را به عهده داشت. ریاست اجرایی با توجه به این که شریک 50% از دولت بود، ولی در این سالها بارها از عدم اجرایی شدن موافقتنامه حکومت وحدت ملی شکایت کرد. آقای عبدالله بارها به رسانه ها گفت که این توافقنامه از طرف شریک قدرت او محمد اشرف غنی نقض شده است. این در حالی است که آمریکا به برگزاری دو مراسم تحلیف در افغانستان که طی آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین این کشور هر دو سوگند یاد کردند، واکنش نشان داده است. مایک پیمپیو وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد ایالات متحده با تشکیل یک دولت موازی در افغانستان مخالف است و او حاکمیت ملی و یک پارچگی افغانستان حمایت می کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش برای رسیدن به یک توافق بین دو طرف این مناقشه تلاش می کند. او تاکید کرد ما گویا با هر گونه اقدام برای تشکیل دولت موازی و استفاده از خشونت برای حل اختلافات سیاسی مخالف هستیم. حدود 3 هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه 9 مارس 19 اسفند محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس جمهور در ارگ سوگند یاد کرد. در عین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می داند، نیز به طور جداگانه در سپیدار یعنی محل کار آقای عبدالله مراسم تحلیف برگزار کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در 29 دلو یعنی بهمن محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما آقای عبدالله آن را نتیجه تقلبی خوانده به خودش اعلام پیروزی کرد و گفت حکومت همشمول تشکیل می دهد. قرار بود که مراسم تحلیف آقای غنی در 8 حود برگزار شود، ولی به امروز 19 حود به تأخیر افتاده است. بر اساس گزارش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان و برخی چهره‌های سیاسی در این مدت با دو طرف برای یافتن راه حل گفتگو کردند. روز گذشته، آقای عبدالله و آقای غنی اعلام کرد که هر دو مراسم برگزار می‌کنند. واکنش آمریکا چه بود؟ ساعتی پس از اظهارات مایک پیمپیو وزیر خارجه، بیانیه از سوی وزارت خارجه آمریکا به شرح زیر منتشر شد. ایالات متحده از یک افغانستان یک پارچه و مستقل به شدت حمایت می کند و مشغول تلاش های جدی برای آوردن صلح در این کشور است. ما حمله تروریستی امروز در کابل را محکوم می کنیم. ما از اظهارات رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیفش استقبال می کنیم که گفتگوها و مذاکرات برای ایجاد یک دولت فراگیر که این کشور را متحد کند و صلح را در اولویت قرار دهد ادامه یابد. ما همچنین از اعلامیه رئیس جمهور غنی استقبال می کنیم که قرار است فرمانی را برای آزادی زندانیان طالب به تشکیل تیم ملی برای مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ 20 اسفند صادر کند. ما از اظهارات دکتر عبدالله هم قدردانی می کنیم که بر تعهدات مشابه در مورد صلح و همشمول بودن روند سیاسی تاکید کرد. ایالات متحده با آگاهی از آرزوی مردم افغانستان برای صلح ایالات متحده در تلاش است. دو طرف به یک توافق دست پیدا کنند. ما با هر گونه اقدام برای ایجاد دولت موازی و هر گونه استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی شدیداً مخالف هستیم.
توافقنامه آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان فرصت تاریخی ایجاد می کند. در اولویت قرار دادن دولت فراگیر و افغانستان یک پارچه برای آینده این کشور به ویژه برای صلح با اهمیت است. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید. تا ویدیوی بعد، پدرود.